کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید کتاب سرزمین جاوید بخت و نصر وقتی مشاهده کرد که سربازان داریوش وارد شهر شده ان لباس یکی از سربازان مقتول ایرانی را پوشیده تا بتواند از شهر بگریزد قافل از اینکه وی مردی به سال خورده بود نه یک سرباز جوان و باید ریش داشته باشد چون تمام مردان ایرانی ریش داشتن و فقط جوانانی که هنوز مو از صورتشان نرو ایده بود دارای ریش نبودن سربازان دیگر از مشاهده آن سرباز سال خورده که ریش خود را تراشیده بود متهیر شدند و در صدد کنجکاوی برآمدن که بدانن این سرباز کیست و اهل کجاست که ریش خود را می تراشد و از لحجه بخت و نسل دانستن که ایرانی نیست آن مرد وقتی دید که هیله اش آشکار شد دست به شمشیر برد و خواست که با پیکار راه خود را باز کند و برود ولی کشته شد داریوش تا ظهر روز بعد بر سراسر سر بابل مسلط گردید و دیگر در شهر کارنون مقاومت باقی نماند و همین که جنگ خاتمه یافت داریوش به وسیله جارچی ها به مردم اطلاع داد که جان و مال و ناموس همه محفوظ است و هیچ کس مورد تعرض قرار نخواهد گرفت در اولین روزهای اشغال بابل داریوش 25 هزار یهودی برده را که در بابل در املاک بخت و نصب رایگان کار می کردن آزاد کرد آنها موافقت نمودند که به عراضی حاصل خیز واقع در کنار رودخانه زاینده رود منتقل شوند و در آنجا سکونت نمایند. آن منطقه به مناسبت سکونت یهودیان یوده خوانده شد و به زبان فارسی یهودی به وجود آمد. به موجب یک روایت تاریخی اولین دسته از مهاجرین یهودی در دوره کوروش کنار زاینده رود توتن کردند. و مهاجرین دوره داریوش بر آنها افزوده شدند هنوز داریوش از بابل مراجعت نکرده بود که به او اطلاع دادند که چیترات همه حکمران آراخوزیا که از قوم سکا بود شوریده است و خود را پادشاه خوانده است کلمه سکا همان کلمه سگ جانور با وفا و مهربانی است که از هزارها سال به این طرف پاسبان خانه و گله آدمی می باشد. بعضی از مورخین حاضر نیستند که سکا را سگ سک بدانند در صورتی که در سگ سک بودن سکا کوچکترین تردیدی وجود ندارد قبایل اولیه مردمی بودند ساده که اسم جانوران محبوب را روی خود میگذاشتند و در ایران اسامی اسب و گاو و سگ و خروس بیش از اسامی دیگر روی افراد و توایف گذاشته میشد سگ در ایران جانوری بود مفید و محبوب و تایف ای که در شرق ایران میزیستند و محل سکونت آنها مغرب افغانستان امروزی و سیستان بود به اسم سگ خانده می شدند. سیستان همان دو کلمه سگ و ستان که اولی نام جانور معروف و دومی به معنای قرارگاه و اقامتگاه است و یونانیان قدیم مغرب افغانستان کنونی را آراخوزیا خواندند. رود بزرگ و معروف اتیماندروس که ما امروز هیرمن میخوانیم بعد از عبور از آراخوزیا وارد سیستان میگردید و به دریای هامون میریخت مورخین جدید فکر می که اگر گفته شود سکا به معنی سگ از نیست نسبت به سکاها در صورتی که در قدیم فرد یا تایف ای که اسم سگ را بر خود می نهاد مباهات می کرد که دارای آن نام است افسوس که تمام کتیبه های قدیم را که بر کوههای ایران نقل شده بود از بین بردن در نتیجه امروز از زبان دوره هخامنشیان که در کتیبه ها نوشته شده بیش از 405 کلمه غیر از مکررات در دست ندارد اگر آن زبان را به طور کامل در دست می داشتن نه فقط تاریخ قدیم مکشوف می گردید بلکه لغت زبان فارسی به کمال میرسید. و ریشه هر واژه در دست بود و در مورد اسامی و سایر کلمات هخامنشی کسی دچار اشتباه نمی گردید. چیتراه همه سیستانی بعد از اینکه تمام حکام منطقه آراخوزیا را مطیع خود کرد خیش را پادشاه ایران خواند و گفت که وی جانشین کمبوجی از و تمام ولات ایران یعنی خشتر پاونها باید از وی اطاعت نمایند. چیترات همه مثل تمام والی ها اجازه داشت که پول سکه بزند و بر سکه خود نوشت چیترات همه به کمک اهورا مزدا پادشاه ایران می باشد قلم رو به سلطنت آن مرد از کنار رود جیهون بود تا سرزمین کارمانیا که کرمان امروزی می باشد چیترات همه مثل تمام سکنه سیستان قامت بلند داشت و او و سربازانش مسلح به کمان و تیر و چماقهای سنگین از چوب ارزن بودند. درخت ارزن یک نوع بادام وحشی است که در بعضی از قسمت‌های ایران و به خصوص اطراف بیابان مرکزی از جمله در سیستان می‌روید و چوب آن محکم و سنگین می شود چیترات همه دارای قشون سوار هم بود اما سوارانش اسم نداشتند و بر گاو سوار می شدن. وقتی گاف ها را با سرعت به حرکت در می آوردن، سرعت سواران به اندازه کسانی می شد که اسب می تازند چیترات همه بعد از اینکه ادعای سلطنت کرد می دانست که باید با داریوش بجنگد. پس در صدد جمع آوری سرباز برآمد و از بین توایفی که در قلم رو به سلطنت وی زندگی می کردن هفتاد هزار مرد جنگی جمع آوری کرد مورخین یونانی نوشته اند که چیترات همه سی هزار سرباز سکایی داشت و هفتاد هزار مرد جنگی از توایف دیگر گرفت و شماره سربازانش به یکصد هزار تن رسید توایف دیگر پیاده به قشون چیترات همه ملحق شدن زیرا اسب نداشتند اسب در آن زمان در آراخوزیا یا افغانستان غربی و در کارمانیا یا کرمان کمیاب بود پادشاه جدید ایران شرقی هم اسب نداشت که به پیادگان بدهد و گاوهای نر در سیستان آنقدر نبود که بتوان پیادگان را گاو سوار کرد ارتش پادشاه جدید مشرق ایران یک ارتش نیرومن محسوب میشد اما دو چیز نداشت یکی وحدت روش جنگی و دیگری عرابه های جنگی قبایلی که وارد ارتش چیترات همه شده بودن هر یک مطابق روش خود می و هیچ یک از آنها نمیدانستند که با عرابه های جنگی چگونه باید پیکار کرد داریوش پادشاه ایران به عرابه های جنگی علاقه مخصوص داشت شاید به این علت که دوران جوانی را در دوره کمبوجی در سنف عرابه های جنگی گذرانیده بود و مدتی فرمانده عرابه های جنگی بود و آنگاه به مناسبت ابراز لیاقت رئیس ستاد ارتش کمبوجی شد داریوش بعد از مراجعت از بابل در حالی که کماکان همسر خود یعنی دختر کوروش موسوم به آتوسه را نایب السلطنه کرده بود راه سیستان را پیش گرفت جاده ای که داریوش سپاه خود را از آن ران جاده ای بود که کوروش ساخت و عرابه ها می توانستن از آن عبور کنند آن جاده را سپس داریوش وسیع کرد و بعد از 2500 سال عکس های هوایی که از آن مناطق برداشته شده وجود قسمتی از آن جاده را در زمین به طور محسوس نشان داده. داریوش آن جاده را راه سر تا قاری آسیا کرد. جاده مزبور از ساحل دریای مرمره در ترکیه یک کنونی شروع می و به هندوستان متصل می گردید و جاده های فرعی مثل جاده های آراخوزیا و خراسان و کارمانیا به آن متصل می شود. داریوش در سال دهم ده سلطنت یک رشته شاهراه دیگر به وجود آورد و متصل به راه سرتاسری آسیا کرد. آن جاده از خراسان میگذشت و به مغرب چین موسوم به خوتن یا خطن منتهی میگردید همان جاده است که در اعثار بد در کتب مورخین و جغرافیادان ها موسوم به جاده ابریشم گردید در طول جاده ای که از فارس به سیستان می رفت فرسنگ به فرسنگ آبادی و جنگل و منابع آب بود امروز در همان منطقه جز بیابان لمیزرع وجود ندارد اما قسمتی از جنگل های قدیم باقی مانده و در فصل بهار سبز می شود. داریوش به محلی نزدیک سیستان رسید که امروز ویرانه یک کلات ای به اسم تور در آنجا هست. منطقه ای که داریوش نزدیک سیستان وارد آنجا شد در 25 قرن قبل از این سبز بود و امروز بیابان است. زیرا در دوره داریوش دریاچه هامون به قدری وسعت داشت که تقریبا یک دریای داخلی در ایران محسوب میشد و عظیمت رود هیرمن چندین برابر امروز بود هرودوت و گزنوفون و کتزیاس رود هیرمن را یکی از بزرگترین رودهای آسیا دانسته اند رودخانه مزبور در موقع تقیان در فصل بهار مبدل به یک دریای جاری می گردد. و آنقدر آب وارد دریاچه هامون می شود که با وجود تبخیر به مناسبت گرمای تابستان سیستان دایم در اطراف دریاچه هامون مرتب و جنگل بود زلزله سال 110 قبل از میلاد در ایران شرقی قسمتی از کوههای سرچشمه رود هیرمن را فرو ریخت و جریان آبها راه دیگری را پیش گرفت و از آن به بعد رود هیرمن کم آب شد. همین امروز در فصل بهار عرض رودخانه هیرمن به 300 متر میرسد و سه متر آب روی هم قرار می گیرد و طوری جریان رودخانه قوی است که حتی فیل قادر به عبور از رودخانه نمی باشد. چیترات همه وقتی مطلع شد که داریوش با قشون خود به سیستان نزدیک می شود ارتش خود را در دشتی که ما به اسم دشت کلاته یا تور می خانی متمرکز نمود. تمام مردان ارتش چیت راه همه دلاور بودن اما از اولین ساعت جنگ مقابل سلاحی قرار گرفتن که راه مبارزه با آن را نمی دانستن. داریوش همین که وارد میدان کارزار گردی دریافت که دشت مسطح تور برای بکار انداختن های جنگی یک منطقه ایدئال است. در آن وقت در طول و عرض چندین فرسنگ کوچکترین برآمدگی وجود نداشت عرابه های جنگی می توانستن از هر طرف به حرکت درآیند و خود را به قفای صفوف ارتش دشمن برسانند عرابه ها که دارای داستیز تیز مقابل مالبن بودن سربازان چیت را هرادی می کردن. از روی آنها میگذشتند و سربازان دشمن نمی توانستن عرابه ها را از کار بیندازند چون مانور عرابه ها دست جمعی بود و 25 عرابه با هم در یک صف حرکت می کردن تا اینکه از دو جناح مورد حمله قرار نگیرند و از پایشان به قتل نرسند در عقب عرابه ها مجموع سربازان داریوش حمله می کردن. و توانستند که قسمتهایی از ارتش دشمن را از قسمتهای دیگر مجزا کنند در آن روز هوا گرم بود و جنگجویان دو طرف از آفتاب گرم سیستان معذب می شدن. اما چاره ای جز تحمل گرما و ادامه دادن به جنگ نداشتند. دو ساعت بعد از نیمه روز چیت همه پادشاه سیستان و آراخوزیا محاصره و دستگیر شد مهازا دسته هایی از سربازانش تا غروب آن روز پایداری کردند و کشته شدن یا بر اثر جراحت از جنگ باز ماندند داریوش در تمام دوره سلطنت نسبت به کسانی که علیه وی شورش می‌کردند بعد از دستگیری آنان بیرحم بود و آنان را با طرز فجیع به قتل رسانید اما در مورد چیترا همه به مناسبت دلیری وی و سربازانش مدارا کرد و به وی گفت تو چون علیه من شوریدی مجازاتت این است که پوست بدنت را زنده بکنن اما نظر به اینکه مردی شجاع هستی و سربازانت با دلیری پیکار کردن من تو را مجاز می کنم که نوع مرگ خود را انتخاب نمایی چیترات همه گفت اگر میخواهی نسبت به من رعفت کنی بگذار زنده بمانم داریوش گفت نمیتوانم با زنده ماندن تو موافقت کنم و تو باید کشته شوی چیترات همه گفت پس بگذار که به دست خود کشته شوم. داریوش موافقت کرد و گفت که دشنه آن مرد را که از وی گرفته بودن به وی پس دهند وقتی دشنه را به آن مرد پس دادن چند تن از سربازان گارد جاوید که مستحفظ داریوش بودن جلو و عقب وی را گرفتن که مبادا چیت را همه بعد از اینکه سلاح به دست آورد به وی حمله ور شود اما آن مرد در صدد حمله بر نیامد و نوک دشنه را روی سینه خود قرار داد و با یک فشار شدید آن را در قلب فرو کرد و بر زمین افتاد و بعد از چند دقیقه جان سپرد به این ترتیب داریوش از خطر یک رقیب نیرومن رهایی یافت در همان موقع که داریوش در سیستان و آراخوزیا بود دو واقعه دیگر اتفاق افتاد که خیلی انعکاس پیدا کرد واقعه اول این بود که این تافرن سردار معروف داریوش در پازارگاه توقیان کرد و واقعه دوم این که برای اولین بار بین ایران و کارتاش تصادم به وجود آمد دیدیم که در جنگ دریایی ایران و مصر هنگامی که کمبوجیه در آفریقا بود ادعی از کشتی های جنگی ایران غرق شد کمبوجیه وقتی میخواست از مصر مراجعت کند جبران نواقص نیروی دریایی ای ایران را به دریا سالار هیستا واگذاشت و او با سرعت در صدد جبران مافات برآمد وی کارخانه های کشتی سازی سواحل دریای مدیترانه را وادار به ساختن کشتی جنگی نمود و راهزنان دریایی را بعد از دستگیر کردن به جای اینکه به قتل برساند پشت پاروی کشتی های جنگی نشانید زیرا در آن دوره با اینکه دریا نوردان ایرانی و سایر ملل می توانستن از بادبان استفاده نماین وسیله حرکت کشتی های جنگی در درجه اول پارو بود و در درجه دوم باد به وسیله فشار آوردن بر بادبان این روش مدت 24 قرن باقی ماند و حتی در آغاز قرن 19 میلادی که ناپل اون در فرانسه سلطنت می کرد دادگاه های فرانسوی تبهکاران حرف ای را محکوم به مجازات گالمه می کردن. یعنی محکوم می شدند که در کشتی های جنگی و سبک فرانسوی پارو بزنند. و در تمام ادوار از دوره کوروش و داریوش تا نیمه قرن 19 همه میلادی پارو زنان کشتی های جنگی را از بین محکومین یا اسیران انتخاب می نمودن. زیرا آن کار آنقدر سخت بود که هیچ کس برای دریافت مستند به آن کار نمی داد. ایران در دریای مدیترانه و به خصوص قسمت شرقی و جنوبی آن دارای قدرت بود ولی کارتاج واقع در محل کنونی کشور تونس نیز میخواست بازرگانی در دریای مدیترانه را منحصر به خود کند چون ایران مزاحم کارتاژ بود حکومت کارتاج در صدد برآمد که بازرگانی ایران را در دریای مدیترانه براندازد و یک عده از ناخدایان خود را وادار کرد که به کشتی های بازرگانی ایران حمله کنند و آنها را به قنیمت بگیرند یا غرق نمایند و سرنشینان آن کشتی ها را که اگر ایرانی باشند به کارتاش بیاورند تا اینکه در کشتی ها پارو بزنند هر کشتی بازرگانی ایرانی که میخواست از یکی از بنادر شرقی و شمالی دریای مدیترانه به یکی از بنادر جنوبی یا غربی برود به دست ناخدایان کارتجی غرق میشد طوری عرصه بر کشتی های ایرانی تنگ گردید که دیگر هیچ ناخدایی جرأت نداشت به دریا برود کارتاجی ها بعد از غرق یا به قنیمت بردن کشتی های ایرانی تمام مردان ایرانی را که در کشتی ها بودن اسیر می کردن و آنها را پشت پاروی کشتی ها می نشانیدن. هنوز نیروی دریایی ایران که بر اثر جنگ مصر ضعیف شده بود آنقدر قدرت نداشت که دریا سالار ایرانی بتواند دریای مدیترانه را تحت نظارت قرار دهد از طرف دیگر ناخدایان کارتاژی در کار خود مهارت داشتند و بهرپیمایانی برجسته بودند و در هر فصل از, از سال میدانستند که وضع هوا و دریا چگونه خواهد بود و گفتند. که دریا نوردان کارتاژی توانسته ان به انتهای اقیانوس سیاه یا اطلس برسند و در آنجا یک دنیای جدید را کشف کنند. طوری کشف دنیای جدید از طرف کارتاژی ها معروف بود که وقتی آمریکا در پایان قرن 15 میلادی کشف شد اسمش را گذاشتن دنیای جدید که همان نام قدیم و متداول در کارتاژ بود. عاقبت دریا سالار ایرانی مجبور شد که کشتی ها را به حمایت کشتی های جنگی از یک طرف دریای مدیترانه به سوی دیگر بفرستد در تابستان سال 517 یا 16 قبل از میلاد مسیح یک کاروان از کشتی های ایرانی از بندر سور واقع در شرق دریای مدیترانه آزم بندر اسکندریه شد از شماره یک کشتی های بازرگانی آن کاروان اطلاع نداریم ولی میدانیم که هفت کشتی جنگی درجه اول از آن کاروان حمایت می کرد. ما نمیدانیم در کدام یک از روزهای تابستان کشتی های کارتاش که به هیئت اجتماع به سوی مدیترانه شرقی می رفتن تا اینکه متفرق شوند به آن کاروان برخوردن. و همین که کشتی های ایرانی را دیدن مبادرت به حمله کردن در حالی که یک عده از کشتی های کارتاجی به کشتی های جنگی ایران حمله ور شدن کشتی های دیگر کارتا شروع به تصرف کشتی های بازرگانی کردن و بعضی از آنها را غرق کردند و بعضی را با خود بردند هفت کشتی جنگی ایران یکی بعد از دیگری غرق شد و سربازان ایرانی که در آن کشتی ها بودن تسلیم نشدن. تمام پارو زنانی که در کشتی های جنگی ایران بودن با آن کشتی ها به قعر دریا رفتن. اما ایرانیانی که در کشتی های بازرگانی بودن به اسارت کارتاژی ها در آمدن. آنها را به کارتاش بردن و برده کردن و به زنجیر کشیدن و پشت پارو نشانیدن روزگاری بود که کمبوجی پادشاه ایران فقط برای کشتن چند تن از اهالی جزیره قبرس به مصر قشون کشید ولی همانطور که بعضی از مورخین نوشته ان قشون کشی کمبوجی به مصر فقط برای خونخواهی چند تن از سکنه قبرس نبود و علت سیاسی داشت منتها پادشاه ایران موضوع قتل آن چند نفر را بهانه کرد و به مصر کشید و به طوری که شرحش گذشت فرعون را از پا درآورد اما در آن موقع کارتاژی ها صدها تن از ایرانیان را در دریا می یا به اسارت می بردن. و بدون اینکه ایرانیان بتوانند از اعمال آنها جلوگیری کنند یا اینکه آنها را مجازات کنند خبر غرق شدن کشتی های جنگی ایران و شورش این در یک موقع به داریوش رسید داریوش بعد از اینکه برچیترات همه غلبه کرده بود به طرف آراخوزیار رفته و تا فصل تابستان در آنجا مانده بود و بعد از اینکه مراجعت کرد به او خبر دادند که کشتی های جنگی ایران غرق شدند و کارتاژی های کاروان بزرگ دریایی ایران را تصاحب نمودند داریوش قلبی بر این تافرنس را واجب تر از این می دانست که در صدد مجازات کارتاژ برایت وقتی پادشاه ایران از آراخوزیا از کرد نسبت به جنوب کشور خود دقدقه داشت او قبل از اینکه به سوی سیستان برود آتوس همسر خود را نایب سلطنه کرده بود و نمیدانست که بر سر آتوسا چه آمده که این تافرنس که باید مشاور و مطیع وی باشد تقیان کرده است داریوش نسبت به وفاداری آتوس کوچکترین تردیدی نداشت و میدانست که ادعای سلطنت اینتافرنس بدون موافقت همسرش صورت گرفته داریوش فکر می کرد که این تافرنز زن او را کشته یا اینکه وی را محبوس نموده وگرنه آتوس نمی گذاشت که آن مرد ادعای سلطنت کند آریان مورخ مشهور می نویسد در آن موقع داریوش از کشتن چیت را همه پشیمان شد و اندیشید که اگر آن مرد زنده بود می توانست از وی بخواهد که به او برای غلبه بر این تافرنز کمک کند ولی با اطلاعی که به موجب تاریخ ما از روحی داریوش داریم وی مردی نبود که در مورد قتل مدعیان سلطنت دچار پشیمانی شود داریوش تا آخرین روزی که مجبور بود با مدعیان سلطنت پیکار کند هر یک از آنها را که به دست می آورد به قتل می رسانید. چون می اندیشید مردی که ادعای سلطنت کرده اگر زنده بماند باز ادعای سلطنت خواهد کرد داریوش چون چیت را همه را کشته بود به سکها یعنی مردم منطقه سیستان برای جنگ با این اعتماد نداشت و هنگام بازگشت از سیستان به کارمانیا رفت تا اینکه نواقص ارتش خود را رفع نماید و به جنگ وی برود آتوسه با اینکه هنگام تقیان این فرنس باردار بود از پازارگاد گریخ و چون در فارس خیشتن را در امنیت نمیدید از آن کشور خارج شد و راه شمال ایران را پیش گرفت تا اینکه خود را به رأس که امروز ری خانده می شود برساند و خیش را در پناه آتشگده آنجا قرار دهد در ری آتشگده ای بود بزرگ بر بالای یک کوه که به احتمال قوی کوه مزبور امروز به اسم کوه بیبی بی شهر بانو خانده می شود آتشگده ری در تمام دوره هخامنشیان و آنگاه در تمام دوره اشکانیان و سپس در تمام دوره ساسانیان باقی بود و بعد از اینکه اعراب بر ایران مسلط شدن باز آتشگده مزبور تا مدتی از بین نرفت بروکلمان خاورشناس معروف محل آتشکده ری را موضعی میداند که امروز قریه موسوم بکن در دامنه ی کوهی به همین نام در آنجا قرار گرفته همان دانشمند عقیده دارد که در نزدیکی آتشکده ری یک کوچنشین آشوری زندگی می کرد و دارای معبدی بود که خدای آشوریان موسوم به آشور در آن معبد دیده می شود گرچه هوخشتر پادشاه ماد شهر نینوا پای تخت آشور را ویران کرد و حکومت آشور را طوری برانداخت که دیگر آن حکومت تجدید نشد محازا کوچنشین از آشوریان در ایران زندگی می کردن و درس موزه دارای معبد بودند. یکی در نزدیکی دریاچه چیچس که امروز موسوم به دریاچه رضاییه است دوم در کرماسین یا قره میسن که امروز کرمان شاهان می باشد و سوم در ری و کوچنشین های آشوری یا آسوری هنوز در رضایی و کرمان شاهان هستند ولی در ری کوچنشین بومی آشوری وجود ندارد و اثری هم از معبد آشور در ری دیده نمی شود. در هر حال آتوس خود را به آتشگده ری رسانید بعد از چند روز که از توقف وی در آن آتشکده گذشت وضع حمل کرد و پسری زایید که بعد نامش را خشایار شا گذاشتند خشایار که بعد از داریوش به سلطنت رسید از طرف مادر از نژاد کوروش بود زیرا آتوس مادرش دختر کوروش به شمار می آمد آتوسه بعد از اینکه وضع حمل کرد به انتخاب رئیس آتشکده یک پیک را از راه صحرای مرکزی ایران به سیستان فرستاد تا اینکه به دنیا آمدن آن پسر را به اطلاع داریوش برساند و به او بگوید که به طور موقت اسم آن پسر را خشایار گذاشته تا اینکه شوهرش اسم دایمی طفل را تعیین نماید دنیای کتاب صوتی